کسبه و مردم تهران در اعتراض به قیمت دلار به خیابان‌ها آمدند. ورود نیروی انتظامی. دستور رئیسی برای شنیک مستقیم به تمام معترضان. و حمله به شاهزاده رضا پهلوی. درود بر شما همراهان کانال ایران. خوشحال می‌شویم تا پایان این خبر ما را همراهی کنید. در صورت تمایل کانال را سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله در خبرنامه ما مشترک شوید. با سپاس از همراهی شما. کسبه و مردم تهران در اعتراض به قیمت دلار به خیابان‌ها آمدند. ورود نیروی انتظامی. در پی افزایش بی‌وقفه بهای دلار در ایران که روز یکشنبه 22 خرداد به رکورد تاریخی 33 هزار تومان رسید، گزارش‌های شهروندان از تهران از برگزاری تجمع اعتراضی در سراح امین حضور حکایت دارد. ویدیوهای منتشر شده در توییتر نشان می‌دهد که گروهی از کسبه و مردم با سر دادن شعار ببندید ببندید از صاحبان کسب و کارها و مغازه‌ها می‌خواهند که به تجمع اعتراضی آنان بپیوندند. در ویدیو دیگری که کانال تلگرامی اعتراض مدنی بازار منتشر کرده، ورود موتورسواران نیروی انتظامی به صحنه تجمع برای متفرق کردن معترضان گزارش می شود. با این توضیح شهروند گزارش کرد که رهبر درمانده حمله کرده. دلار که روز شنبه رکورد تاریخی خود را در مقابل ریال ایران را شکسته و به بالاترین سطح رسیده است، در معاملات روز یکشنبه تا 33 هزار تومان هم معامله شد که نسبت به بهای متوسط روز شنبه 250 تومان افزایش داشته. روند افزایشی بهای دلار در روز یکشنبه در حالی است که یک مقام پلیس تهران صبح روز یکشنبه از بازداشت 31 نفر از سرشاخه‌های معاملات فردایی خبر داده بود. سهراب بهرامی جانشین پلیس امنیت اقتصادی ضمن اشاره به شناسایی شمار دیگری از فعالان این بازار گفت که پلیس با این افراد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی قاطعانه برخورد خواهد کرد. ریال ایران در مقابل دلار آمریکا از ابتدای سال جاری خورشیدی 25% از ارزش خود را از دست داده و طی 43 سال گذشته نیز ارزش دلار در مقابل ریال ایران بیش از 3200 برابر شده است. لایحه جدید دولت رئیسی، حق استفاده از سلاح به مأمورین مسلح در اعتراضات. باشگاه خبرنگاران وابسته به صدا و سیما با انتشار گزارشی از ارائه لایحه‌ای توسط دولت ابراهیم رئیسی به مجلس رژیم برای اصلاح قانون استفاده از سلاح خبر داد. در لایحه‌ای که در هفته‌های آینده ابتدا باید کلیاتش در مجلس رژیم بررسی شود، عبارت مأمورین نیروهای مسلح در عنوان قانون به مأمورین مسلح تغییر پیدا کرده است. بر اساس این لایحه علاوه بر نیروهای مسلح، سایر اشخاصی که به موجب قانون مجاز به حمل سلاح باشند هم باید به شرایط جدید قانون به کارگیری سلاح عمل کنند. در پیشنویس دولت اگر افرادی که از سوی مراجع قانونی برای حفاظت از خود مسلح شدند جرمی مرتکب شوند، در شرایطی که مطابق با قانون مجازات اسلامی مجازات نخواهند شد. همچنین در مواردی که استفاده آنها از اسلحه دفاع مشروع تشخیص داده شود، نیازی به پرداخت دیه نخواهد بود. این لایحه علاوه بر ماموران انتظامی و افراد مجاز به حمل سلاح هم اجازه داده تا برای دفاع از خودشان در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنها حمله کرده از اسلحه استفاده کند. در این پیشنویس برای دستگیری سارقان، راهزنها، گروگانگیرها، آدمرباها، زورگیرها یا قدرتنمایان با سلاح سرد و گرم، قاچاقچیان مواد مخدر یا سلاح و مهمات، قاتلان و کسانی که اقدام به ترور یا تخریب و انفجار کرده‌اند، به مأموران اجازه استفاده از سلاح داده شده است. همچنین اگر این مجرمان در حال فرار باشند یا اقدام به مقابله کنند، مأموران حق به کارگیری سلاح را دارند. در حالی که قانون کنونی به مأموران اجازه می‌دهد برای دستگیری بازداشت شدگانی و زندانی‌ها در حال فرار در صورتی که اقدامات دیگر برای دستگیری آنها ثمری نداشته از سلاح استفاده کنند، لایحه اصلاحی این قانون برای شورش‌های داخل زندان هم مجوز استفاده از سلاح را به مأمورین می‌دهد. بر اساس پیشنویس اصلاح قانون به کارگیری سلاح برای حفظ تأسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی، انتظامی و امنیتی مانند محل استقرار نیروهای مسلح، محل نگهداری سلاح و مهمات و اسناد طبقه بندی شده، حق استفاده از سلاح به مأمورین داده شده است.
حفاظت مقامات و شخصیت‌های داخلی و خارجی دارای رده حفاظتی و حفاظت از اجلاس‌ها و گردهمایی‌های مصوب شورای امنیت کشور و مقابله با اقدامات تروریستی، خرابکارانه یا ایجاد رعب و وحشت در فرودگاه‌ها یا هواپیما ربایی یا ساقط کردن هواپیمای در حال پرواز از شرایط دیگری است که مأموران اجازه استفاده از اسلحه را پیدا کردند. قانون کنونی تنها به مأموران نظامی و انتظامی برای ایجاد نظام و امنیت راهپیمایی غیرقانونی مسلحانه و نارامی‌ها و شورش‌های مسلحانه با دستور فرمانده عملیات اجازه به کارگیری سلاح را داده، اما در لایحه اصلاحی دولت این مجوز به مأموران امنیتی هم داده شده است. پیشنویس دولت به گشت دریایی هم اجازه داده تا به شناورهایی که راننده یا ناخدا و سکاندارانش به اخطار ایست مأموران توجه نکنند تیراندازی کند. بر اساس قانون با تصویب کلیه لایحه دولت برای اصلاح قانون به کارگیری سلاح، نمایندگان جزئیات آن را بررسی خواهند کرد. با این حال تصویب چنین قوانینی با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح انجام می شود. ادامه واکنش ها به سخنرانی مطبوعاتی شاهزاده. مخالفان شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به اقدام بی سابقه تلویزیون های فارسی در پخش زنده و هماهنگ سخنان او میپرسیدند که چرا این امتیاز ویژه تا کنون در اختیار هیچ فرد دیگری از چهرهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی از سوی این شبکه های تلویزیونی قرار نگرفته است. هفته گذشته گروهی از شبکه های تلویزیون فارسی و پرمخاطب خارج از کشور با اعلام قبلی در اقدام مشترک و بی سابقه سخنرانی مطبوعاتی رضا پهلوی ولیعهد سابق ایران را به صورت زنده پخش کردند. سخنان شاهزاده رضا پهلوی که همزمان با گسترش اعتراضات مدنی و معیشتی در ایران از واشنگتن خطاب به مردم معترض درون کشور پخش شد، با واکنش‌های بسیاری در حمایت و همچنین انتقادهای تندی از وی از سوی احزاب، گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی ایران روبرو شد. برخی منتقدان سخنان فرزند شاه سابق ایران را اقتدارگرا و پوپولیستی خواندند که تلاش می‌کرد تا اعتراضات مدنی در ایران را به نفع خود مصادره کند، و برخی به رسانه‌های فارسی زبان انتقاد کردند که به بازوی تبلیغاتی و انحصاری وی تبدیل شدند. مخالفان رضا پهلوی با اشاره به اقدام بی سابقه تلویزیون‌های فارسی در پخش زنده و هماهنگ سخنان عمومی پرسیدند که چرا این امتیازات ویژه تا کنون در اختیار هیچ فرد دیگری از چهره‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی از سوی این شبکه‌های تلویزیونی قرار نگرفته است. با این حال تلویزیون‌های فارسی که اغلب از لندن، لس آنجلس و واشنگتن برنامه پخش می‌کنند این اتهامات را رد کرده و خود را مستقل و حرفه‌ای معرفی می‌کنند. در سوی دیگر حامیان پهلوی به ویدیوهایی از اعتراضات استناد می‌کردند که در آن معترضان شعار رضا شاه روحت شاد سر می‌دادند. هواداران او هر چند اذعان می‌کنند که این شعار مبهم است و خواسته مدنی مشخصی را بیان نمی‌کند، با این وجود آن را نشانه‌ای از تمایل گویندگان به خاندان پهلوی می‌شمارند که با زبان استعاری خواهان بازگشت قدرت به این خاندان هستند. ولیعهد سابق ایران در سخنان خود ضمن تکرار وعده سالهای اخیر خیش مبنی بر اینکه حکومت فعلی در آستانه سقوط قرار دارد، جمهوری اسلامی را رفتنی خواند و توصیه‌هایی به اقشار مختلف مردم و نیروهای حکومتی در ایران برای براندازی رژیم ارائه کرد. من از نیروهای سیاسی و مبارزاتی می‌خواهم که ایجاد یک سازوکار هماهنگ کننده اعتراضات و فراخوان‌ها را در اولویت قرار دهند. منتقدان وی توصیه‌های او را ژست رهبری اقتدارگرایانه قلمداد کردند که معلوم نیست چه کسانی مخاطب او هستند و تا چه حد توصیه‌های او را به کار می‌بندند. آنان رضا پهلوی را به کلیگوی تکراری در سال‌های اخیر متهم کردند که با نفی و تکذیب نقش رهبری او در تناقض است. خالد عزیز دبیر کل حزب دموکرات کردستان ضمن اظهار تأسف و ناخرسندی از سخنان ولیعهد سابق ایران نوشت: آقای رضا پهلوی روز جمعه با خطاب قرار دادن ملت کرد و سایر ملل موجود در جغرافیای کنونی ایران به عنوان عشایر و قبایل، متاسفانه باز دور تسلسلی باطن از انحصار طلبی و برتری خواهی خود را به تصویر کشید. از سران و بزرگان ایلات و عشایر و طوایف ایران، از لور و بختیاری و کرد و بلوچ تا عرب و قشقایی و ترک و ترکمن، می خواهم تا در پشتیبانی از مردمی که شجاعانه به خیابانها می آیند پیام اتحاد و همبستگی ببندید. پهلوی همچنین با تقدیر از فعالیت‌های خود گفته که می‌خواهد مشعلی که وی 40 سال از زنده نگه داشته تا نسل امروز بی‌پناه و بی‌هدف و بی‌آینده نماند را به نسل آینده بدهد. او در ادامه به انتقاد از اپوزیسیون ایران پرداخت که خود چهره شناخته شده آن محسوب می‌شود.
جلسه مطبوعاتی اخیر رضا پهلوی که از حمایت تبلیغاتی منحصر به فرد و گسترده ای توسط رسانه‌های فارسی برخوردار شد، در رسانه‌های اجتماعی نیز بازتاب زیادی یافت و انتقادهای بیشتری نسبت به سخنان پیشین او برانگیخت. او در تازه‌ترین اظهارات از مواضع پیشین خود که تحت عنوان پیمان نوین بر همگرایی نیروهای سیاسی تاکید می‌کرد، فاصله گرفت و با اعلام اینکه به تعریف جدیدی از اپوزیسیون رسیده است، مستقیماً مردم ایران را خطاب قرار داد. به همین نسبت نیز مخالفان سیاسی او بر شدت انتقادهای خود افزودند. ولی عهد سابق ایران همچنین از هواداران خود خواست که وقت خود را برای کسانی که به گفته او بخشی از مشکل هستند تلف نکنند، لیکن با توجه به شکافی که میان حامیان و منتقدان وی پس از هر اظهار نظر وی تشدید می شود و نیز افزایش چشمگیر انتقادات از سخنان اخیر وی، به نظر می رسد او این سوال را از خود نیز می پرسد. از میان احزاب سازمان‌های سیاسی و شخصیت‌های ایرانی که به سخنان او واکنش نشان داده و از او انتقاد کردند، می‌توان به بیانیه مشترک کنگره ملیت‌های ایران فدرال، شورای دموکراسی خواهان ایران و سازمان همبستگی برای آزادی و برابری در ایران، بیانیه مشترک 6 حزب جمهوری‌خواه و چپ ایران و نیز سخنان انتقادی دبیر حزب دموکرات کردستان اشاره کرد.